خب، یه وجه شاخص آزادی حق تعیین سرنوشته هر اره انسان خودش باید تصمیم بگیره چجوری زندگی کنه خودش تصمیم بگیره کجا بره، چه شغلی داشته باشه، چه خونه ای داشته باشه، چه کار بکنه، چه ازدواج کنه چجور بیندیشه، آیندهش چگونه باشه این همه اساسیه انسان با این تعریف میشه نمیشه ما اینو بگیریم بعد بگیم بازم انسانه امراهان عزیز درود بر شما به برنامه باوران از رادیو بی خدایان خوش آمدید من حسن فرامرس هستم میزبان شما در این برنامه که یک شنبه ها ساعت 22.30 به وقت ایران به طور زنده از صفحه فیسبوک خداباوران پخش میشه ممنون که توجه میکنید اگه صفحه ما رو دنبال کنید یا درخواست دوستی با ما رو بدین فیسبوک شما رو در جریان شبنشینی های هفتگی ما قرار میده قبل از اینکه بریم سراغ سوال امشب اجازه میخوام چند دقیقه با شما درد دل کنم که مربوط میشه به کامنت یکی از دوستان در یکی از جلسات گذشته از شما خواستم پنج تا از خدمات اسلام به کشورتون رو نام ببرید چند نفر مدعی پیدا شدند اما دریغ از دو کلمه حرف حساب حتی یکی از دوستان که اومده بود ابرو رو درست کنه زد چشم رو هم کور کرد یه جوری کور کرد که من دلم نیومد چند جمله ای دربارهش حرف نزنم هر کاری کردم نتونستم فراموشش کنم چون حرف بدی زده حرفی زده که اگر نیک بنگریم بوی تنفر و خون ازش میاد ایشون چند وقت پیش پس از مقادیری گفتگو منو متهم کرده بود که من دروغگوی روانی هستم ازش خواسته بودم یا ثابت کنه من دروغگوی روانی هستم یا از من عذرخواهی کنه نه ثابت کرد نه عذرخواهی ظاهرا در جامعه مرد سالار که حرف حرف مرده و مرد اونه که حرفش رو عوض نکنه عذرخواهی کردن برای این دوست عزیز فیسبوکی خیلی سخته فکر میکنه غرورش میشکنه اگه عذرخواهی کنه با اینکه به ایشون گفته بودم که اگه ایشون ادعاهاشون رو بر علیه من ثابت نکنه یا عذرخواهی نکنه من دیگه به سوالاتشون جواب نمیدم اما این موضوعی که ایشون اخیرا مطرح کرده زیر همون برنامه اونقدر مهمه که نتونستم فراموشش کنم خیلی اذیتم میکنه بعضی دردها با گذر زمان کم نمیشه زیاد میشه مثل همین دردی که ایشون به من دردمند وارد کرده <applause> ایشون در پاسخ به سوال من که پنج تا از خدمات اسلام به کشورتان را نام ببرید مواردی رو مطرح کرده بود که هیچ ارزش علمی و تاریخی نداشت اما از یکی از اون مواردی که مطرح کرده بوی تنفر و خون و خونریزی میاد ایشون نوشته چهارم خدمت اسلام خالص بودن نسلت که معلوم است افغان هستی پدرت آمریکایی یا روسی نیست خالص بودن نسلت که معلوم است افغان هستی پدرت آمریکایی یا روسی نیست حالا من نمیدونم این چه خدمتیه که اسلام به افغانستان کرده اینو دیگه باید از خود ایشون پرسید اما به نظر میرسه کفگیر اقلانیت ایشون به ته دیگ خورده چیزی نتونسته پیدا کنه به داد اسلام برسه و برای خالی نبودن عریزه زده به سیم آخر این اندیشه ایشون که دنبال خالص بودن نسل نسل میگرده نسل افغان نه تنها گمراه کننده است بلکه بسیار خطرناکه بوی نژادپرستی میده بوی جهالت و ظلم و نفرت و خون و خونریزی ازش میاد امیدوارم این دوست عزیز متوجه خطری که پشت این اندیشه هست بشه و خودش رو اصلاح کنه من بجز خیر و صلاح ایشون و خیر و صلاح ملت چیزی نمیخوام فرض کنیم یکی از هموطنان ایشون شکل و شمایل روسی یا آمریکایی داره و همسایه ایشونه فرض به نظر شما این آقای محترم با اون هموطن مادر مردهش چه می کرد؟ آیا میذاشت اون بدبخت از همه جا بی خبر زندگی خوشی داشته باشه؟ نه حتما میزد تو سر اون بدبخت حتما تحقیرش میکرد حتما مسخره اش میکرد حتما بهش میگفت تو چی میگی سگ شوروی تو گب نزن سگ آمریکایی نام خدا رنگ چشمانت را کی برایت جور کرده مادرت کجا مصروف بود؟ روسواری معلوم میشی حتما اینها رو و بدتر از اینها رو به اون همسایش میگفت نمیگفت آیا دردناک نیست که انسانی با انسان دیگری اینطور رفتار کنه؟ آیا شما بین این اندیشه و اندیشه ی طالبان فرقی میبینی؟ اون وقت حیرانی که چرا طالبان دارن برمیگردند تو خودت یه پا طالبی عزیز برادر خبر نداری ایشون داره به شخصی حمله میکنه که اون شخص هیچ نقشی در تولد خودش نداشته شاید مادر اون هموطن بخت برگشتهش قربانی تجاوز بوده و حاصل, اون و حاصل اون تجاوز شده این آدم از همه جا بی خبر شما چرا به قربانی حمله می کنی؟ تقصیر این آدم چیه که با این شکل و شمایل به دنیا آمده مگه تو شکل و شمایل خودت رو خودت انتخاب کردی مگه نسل خودت رو خودت انتخاب کردی اصلا فرض کنیم مادر این همسایه فرضی یه دوست پسر خارجی داشت اصلا با میل و رغبت خودش با دوست پسرش یا نامزدش خوابیده و حاصل اون وصلت شده این انسان از همه جا بیخبر که امروز همسایه شماست خب که چه؟ این همسایه چه نقشی در تولد خودش داشته؟ تقصیر این آدم چیه؟ اساسا به من و شما چه که کی با کی خوابیده چه کسی این حق رو به ما داده که در خصوصی ترین موارد زندگی مردم دخالت کنیم چرا به خودمون چنین حقی میدیم شما خودت خوشت میاد که مردم بیان به شما بگن با کی بخواب با کی نخواب چطور بخواب چطور نخواب من به عنوان کسی که سالهاست درگیر جنگ مستقیم با بعضی از نجات پرست سفید پوست هستم و برای دادخواهی تا خود دولت هم رفتم و باز هم خواهم رفت و باز هم خواهم جنگید برادرانه به شما عرض می کنم که هیچ چیز خوبی از داخل نجات پرستی بیرون نمیاد هیچ صفر تنها چیزی که از توش در میاد نفرت است و ظلم است و جنگ و جنایت دو هفته پیش که من خدمت شما برنامه اجرا می کردم تازه از بیمارستان برگشته بودم میدونی چرا بیمارستان بودم؟ رفته بودم زنم رو بیارم خونه زنم دو روز بیمارستان خوابیده بود در این وضعیت کرونایی میدونی چرا؟ چون یک سفید پوستی که همین اندیشه شما رو داشت با چماخ به زنم حمله کرده بود اون وقت شما نجات پرستی رو از خدمات اسلام به کشورت میدونی؟ دنبال نسل خالص افغان میگردی؟ مگه پیغمبرت افغان بود؟ بعضی وقتها آدم واقعا نمیدونه چی بگه بدتر از این دور باد بدتر از این دور باد خواهشن نجات پرستی نکنید خیلی خطرناکه من شخصا از این کار متنفرم چون هر روز باش زندگی می و تا زنده ام در برابر نجات پرست و نجات پرستی خواهم ایستاد تا پای مرگ چون مذرات نجات پرستی رو به چشم خودم دیدم و تجربه کردم خواهشن این کار رو نکنید از ته دلم امیدوارم این دوست عزیز که بهش علاقه دارم بفهمه که این اندیشهش خطرناکه خیلی خطرناک بنی آدم از بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی ما میراستارانه چون چنین فرهنگی هستیم چرا کارمون به اینجا کشیده؟ چه بلایی سرمون اومده؟ اما سوال امشب حالا که پنج تا از خدمات اسلام به کشورتون رو نمیتونید نام ببرید من امشب میخوام یه سوال مشابهی مطرح کنم اندکی در خلاف جهت سوال اینه پنج تا نه پنج تا خیلی زیاده دوتا تا دو تا از ضرر و زیان را که یهودیت به کشورتان وارد کرده نام ببرید من درباره جنگ اسرائیل و فلسطین حرف نمیزنم ها من درباره مشکلات خودمون حرف میزنم یهودیت با ما چه کرده دو تا از ضرر و زیانهای یهودیت به کشورتان را نام ببرید میخوام بدونم یهودی ها چه بلایی سرمون آوردن که ما باید تا قیام قیامت با اونها دشمنی کنیم ما مرتب به یهودیت میتازیم انگار دشمن اصلی ما یهودی ها هستند صبح تا شب به یهودی ها فوش میدیم و در هر نماز به یهودی ها حمله می کنیم غیر المغزوب علیهم ولا زالین. نراه آنان که مغزوب تو هستند مورد خشم تو هستند یعنی یهودیان ولا زالین. و نه که گمراهند یعنی مسیحیان یعنی در نمازی که قرار قربتن الی الله باشه و برای آرامش قلوب باشه حمله به دیگران بخشی از قربتن الی الله است دشمنی با دیگران عامل نزدیکی به الله است تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل روزی هفته بار به یهودی ها حمله می کنیم اون هم سر نماز ستون دین یعنی تخم نفرت از یهودیت رو وارد ستون دینمون کردیم تا این حد از یهود بدمون میاد پس حتما یهودی ها در کشور ما خیلی جنایت کردند. امشب میخوام بدونم یهودی ها با ما چه کردن لطفا دو تا از ضرر و را که یهودیت به کشورتان وارد کرده نام ببرید حالا هی فوش بدین که من یهودیم و از سهیونیست پول میگیرم با همین تهمت ها و فهاشی های آخوندی هم خودمون رو بدبخت کردیم هم کشورمون رو <applause> اما بریم سراغ آفتهای عقلی یا مقالطات یه مغلطه ای هست که در انگلیسی بهش میگن confirmation bias سایت ویکیپیدیای فارسی و تقریبا تمام دیکشنری ها و وبسایت ها... های فارسی زبانی رو که من دیدم که تعدادشون هم کم نبود البته اینو ترجمه کردن به سوگیری تعییدی سوگیری تعییدی یعنی طوری سوگیری یا جهتگیری کنیم که نظرات و اعتقادات خودمون رو تایید کنه این ترجمه برای کسانی که پیشا پیش این مغلطه رو میشناسن بد نیست اما برای کسی که تازه میخواد اینو یاد بگیره گنگو نامعنوسه سوگیری تعییدی تلفظش هم حداقل برای من سخته شنونده چیز زیادی متوجه نمیشه به قول استاد ترجمهمون که اگه زنده است عمرش دراز باد بوی ترجمه میده چون کلمه به کلمه از انگلیسی به فارسی ترجمه شده توسط گوگل اصلا فوتوکوپی برابر اصله امشب میخوام با اجازه بزرگترهای مجلس یه ترجمه جدیدی براش پیشنهاد کنم به نظر من ترجمه بهتر این عبارت confirmation bias میشه نقض بیطرفی نقض بیطرفی یعنی شما در تصمیمات یا نظرات خودت بیطرفی رو به نفع خودت نقض میکنی یه جوری جهتگیری یا سوگیری میکنی که به اون چیزی که پیشا پیش بهش اعتقاد داری برسی همه ما کم و بیش این کار رو کردیم و میکنیم و با این عبارت هم آشنایی داریم نقض بیطرفی به نظر من نقض بیطرفی خیلی ملموستر و معنوستره تا سوگیری تعییدی تحقیقات نشون میده که همه ما بیطرفی رو به نفع خودمون نقص میکنیم چون همه ما از دریچه چشم خودمون دنیا رو میبینیم نمیتونیم کاملا بیطرف باشیم ناخواسته و ندانسته هم که شده بیطرفی رو به نفع خودمون نقض میکنیم چاره ای نیست تنها راهش اینه که با اعمال معیارها و استانداردهای لازم این نقض بیطرفی رو به حد اقل برسونیم تا بتونیم درستتر تصمیم بگیریم و تصمیماتمون هرچه بیشتر منطبق باشه با واقعیت نه با امیال و خواسته ها و اعتقادات خودمون یه مسئله بسیار زیبایی در این باره هست از عبید زاکانی سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادمجان بورانی پیش آوردند خوشش آمد گفت بادمجان تعامی است سخت خوش ندیمش در مدح بادمجان فصلی پرداخت چون سلطان سیر شد گفت بادمجان سخت مزر چیزی است ندیم این بار در مزرات بادمجان مبالغتی تمام کرد سلطان گفت ای مردک نه این زمان مدهش می گفتی؟ گفت من ندیم تو هم نه ندیم بادم جان مرا چیزی میباید گفت که تو را خوش آید نه بادم جان را نقض بی یعنی این ندیم کاری نداره که بادم جان خوشمزه است یا نه مزر یا نه مفید یا نه سخنگوست یا نه پیشا پیش تصمیم گرفته که حرف حرف سلطان است و ایشون فقط باید چیزی بگه که سلطان را خوش آید و بس اینو بهش میگن نقض بیطرفی یا سوگیری تاییدی یعنی شواهد و مدارک رو نادیده میگیری و به طور یک طرفه و یک جانبه به نفع اون چیزی که پیشا پیش بهش معتقدی رأی میدی و یا وقایع و اتفاقات رو طوری گزارش یا تفسیر می کنی که به هدفی که پیشا پیش در ذهنت بهش رسیدی برسی اصلا کاری نداری که نتیجت با واقعیت همخانی داره یا نه هدفت این بود که فقط حرف خودت رو ثابت کنی که ظاهرا ثابت کردی و خوشحالی یعنی حقیقت رو فدای خواسته ها نیاز ها، امیال یا اعتقادات خودت کردی این مغلطه یه تاریخچه جالبی هم داره که دانستنش خالی از لطف نیست در دهه 1960 میلادی یک سری روانشناس انگلیسی تحقیقاتی رو بر روی بعضی افراد انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تمام انسانها ها رو به نفع خودشون نقض می کنند. همه این کار رو می کنند. با سواد و بی سواد و پیر و جوان و بیدین و بادین نداره کم و بیش داره اما سخت و سوز نداره همه جا هست این روانشناسان و افرادی که بعد از اونها اومدن و این تحقیقات رو ادامه دادن اعلام کردند که مخصوصاً در حوزه دین و اعتقادات انسان ها بیطرفی رو به طرز شگفت انگیزی نقض می کنند یعنی مؤمن حاضر تمام شواهد و مدارکی رو که بر علیه ایمانش هست نادیده بگیره تا اعتقادات خودش رو حفظ کنه براش مهم نیست واقعیت چیه یا اسناد و مدارک چی میگن مؤمن فقط میخواد به یه چیزی ایمان داشته باشه که داره و با اون ایمانش خوشه دوست نداره اون معمن رو از دست بده نمیخواد کسی خرابش کنه چون فکر میکنه اگه اون قلعه امن خراب بشه دیگه پناهگاهی نداره ممکنه هر بلایی سرش بیاد ممکنه هر جنایتی بکنه چرا چون ملا گفته چون کتاب گفته چون دین گفته برای همین نمیخواد ایمانش رو به هیچ قیمتی از دست بده هر حرفی که میزنه یا کاری که میکنه در راستای حفظ اون اعتقاداته هر چیزی هم که خلاف اعتقاداتش باشه یا میندازه دور یا نادیده میگیره یا باهاش میجنگه تا اونو از بین ببره عین همین طالبان مثلا زلزله اومده پنجاه هزار نفر رو کشته ولی یک نفر از زیر آوار زنده اومده بیرون مؤمن چی میگه؟ سبحان الله سبحان الله الحمدلله سبحان الله معجزه شد یعنی اون پنجاه هزار نفر تلفات رو نادیده میگیره و میچسبه به همین یک نفری که زنده از اون زیر میرا اومده بیرون و نتیجه میگیره که پس خدا هست و معجزه هم میکنه قربان خدا برم یا مثلا بیمارستان های دنیا پرند از کودکان بیگناهی که با امراض مادرزادی به دنیا اومدن و زجر میکشند. در جایی دیدم که هر هفده ثانیه هفده ثانیه یک کودک میمیره، یعنی دقیقی حد اقل سه کودک در جهان میمیرند. یعنی از زمان شروع این شبنشینی تا همین لحظه که تقریبا نیم ساعت ازش گذشته، بیش از نود کودک معصوم و از همه جا بیخبر در اخزا نقاط جهان مردند. و تا پایان این شب نشینی چندین کودک دیگر هم خواهند مرد متاسفانه احتمالا پدر و مادر همشون دارن به درگاه خدا ناله و استقاسه می کنند تا خدا به داد اطفال معصومشون برسه اما هرگز از خدا صدا نمیرسه کدوم خدای مهربان با بچه ها یا با بندگان خودش که ظاهرا دوستشون داره این کارها رو میکنه اگه شما قادر مطلق بودید و میتونستید میلیون ها کودک رو از شر بیماری و فقر و فلاکت و مرگ و میر نجات بدین آیا اونها رو نجات, نجات نمیدادین؟ من که حتما نجاتشون میدادم ولی خدای شما ظاهرا نشسته اون بالا فقط تماشا میکنه شاید هم با آقای کرزایی رفته پاکستان برای مذاکرات صلح وقت نداره به داد ملت برسه چرا خدا به داد کسی نمیرسه چرا حد عقل بیماران و گرسنگان و مفلوکان کشورهای اسلامی رو نجات نمیده کفار پیشکش چرا بندگان خودش رو نجات نمیده به قول اون حکیم یونان یا نمیخواد نجات بده که در این صورت رحمان رحیم نیست یا نمیتونه نجات بده که در این صورت قادر مطلق نیست و یا اصلا نیست که نجات بده یا نمیخواد نجات بده یعنی رحمان رحیم نیست یا نمیتونه نجات بده یعنی قادر مطلق نیست و یا اصلا نیست که نجات بده مؤمنین همه اینها رو میبینند و تمام این حرفها و نقد ها و انتقادات رو هم میشنوند اما نه تنها خللی در ایمانشون وارد نمیشه بلکه ایمانشون قویتر هم میشه به خودشون افتخار هم میکنند که هیچ مدرک و سندی نمیتونه ایمانشون رو متزلزل کنه. هر کاری میکنند میکنند تا خداشون رو از این همه جنایت تبرئه کنند. یه بار میگن خدا داره ما رو امتحان میکنه. انگار ما از خدا خواهش کردیم از ما امتحان بگیره. یه بار میگن خدا داره ما رو مجازات میکنه انگار ما گاوشو دزدیدیم آخه خدای به اون عظمت مرض داره بیاد از من و تو امتحان بگیره یا من و تو رو مجازات کنه آیا شما برای مرچه هایی که در باغتون هستند حساب و کتاب باز میکنی؟ آیا برای مرچه ها روز جزا تعیین میکنی؟ آیا از مورچه ها انتظار داری به درگاهت نماز بخونند یا برات قربانی کنند؟ آیا اصلا برای شما مهمه که اون, همه مورچه در اون گوشه باغ چه میکنند؟ آیا ناراحت میشی اگه مورچه ها شما را عبادت نکنند؟ اگه خدا هست و بینهایت بزرگه من و شما پیشش مورچه هم نیستیم خیلی کوچکتریم خیلی چرا خدا باید بیاد برای من و تو حساب و کتاب باز کنه بیکاره چرا فکر میکنی خالق میلیارد تا میلیارد کهکشان دنبال تو میگرده تو رو میخواد چیکار کنه تو چه هنری داری که خالق این جهان دنبال تو بگرده آخه تو چه گلی میتونی به شاخ قادر مطلق بزنی که فکر میکنی تمام این جهان به خاطر تو ساخته شده چرا خودت رو اینقدر مهم فرض کردی یه بار میگن اساسا این همه نقصان و این همه ظلمی که در جهان هست اصلا کار خدا نیست خدا که آدم نمیکشه خدا که ظلم نمیکنه خدا که ظالم نیست خدا که بندگان خودش رو فراموش نمیکنه این بلاها رو شیطان سر ما میاره به خاطر سقوط آدم از اون باغ کذا و کذا یعنی خدا شیطان رو ساخته و انداخته به جان بندگان خودش و خودش هم بر عرش نشسته تماشا میکنه میخواد ببینه این شیطان با امتش چه میکنه میخواد ببینه طالب با شهروندانش چه میکنه عین همین آقای کرزایی حیف سواد حیف فرصت حیف فرصت پس در یک کلام مغلطه نقض بیطرفی یعنی مرغ شما همیشه یه پا داره حرف حرف شماست و شما را چیزی باید گفتن که شما را خوش آید و بس این مغلط انواع و اقسام مختلف داره که اونها دیگه از حوصله این برنامه خارجه خودتون میتونید در اینترنت بگردید و اطلاعات بیشتری در این باره پیدا کنید اگه دوستان میخوان بیان رو خط از این لحظه هستیم در خدمت شما کمی پرحرفی کردم ببخشید لینک رو گذاشتم زیر همین برنامه اگر روش کلیک کنید یه صفحه باز میشه و در اون صفحه دوربین یا کامراتون رو خاموش کنید روش کلیک کنید خاموش میشه بعد یه دگمه همون پایین هست که اون دگمه رو کلیک کنید وارد اتاق شبنشینی ما میشید هستیم در خدمت شما من یه نگاهی بندازم ببینم دوستان میخوان بیان یا نه خب اگر دوستان میخوان ما هستیم در خدمت شما خیلی خب بسیار خب وقت دادم ها گله نکنید من دیگه وقت دادم بیش از این دیگه نمیتونم سب کنم اگر هستین میخوایم بیاین من هستم در خدمت شما بسیار خوب پس وعده ما یک شنبه آینده همین ساعت همینجا اگه براتون مقدوره لطفا برنامه ها رو به اشتراک بذارین تشکر من از حضورتون مرخص میشم و شما رو چند دقیقه با استاد مشیری تنها میذارم زلومن جهولا زلومن جهولا ظالم جاهل است و جاهل ظالم ظالم جاهل است و جاهل ظالم قرآن میخواندم اینا رسیدم به یک آیه خیلی معنی خوبی داشت در واقع خیلی شگفتنگیز بود نه اینکه خداوند تبارک و تعالی چیزی ننوشته است اینا حکمت قدیم بوده این کتاب هم نوشتن که میگوید ما عرضه کردیم امانت خود رو بر, 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 آسمان ها و زمین و کوها که نپذیرفتند و ترسیدن و انسان پذیرفت در حالی که کانه ظلوم من جهول و جهول این که ظلوم رو کنار جهول آورده خیلی مهم یعنی اینکه که ظالم در واقع جاهله و جاهل ظالمه خیلی مهمه این وقت بر میگرده در واقع به چه افلاتون میگفت که هر فضیلتی خواستگاهش دانایی است شجاعت خواستگاهش داناییست بخشش خواستگاهش دانایی است اگر آدم نادان بخواد به این در واقع این فضیلت ها رو نشان بده یا افراد میکنه یا تفریح یعنی خواستگاهش اگه دانایی نباشه شجاعت تبدیل میشه به تحور که تحور رزیلتی است در واقع یعنی نمایش شجاعت به خاطر اهداف بزرگ نیست باری ظلوم و جهول این در واقع فکر کردم که ظلم در جامعه ما بسیار زیاد هست حاصل عقب مندگی های قدیم هست این ظلم ها رو ما وقتی در فرهنگ خودمان هستیم در خیابان قدم میزنیم نمیبینیم وقتی میبینیم یک به بچه تیر کمون دستش گنجشگاه رو میزنه کلشون میکنه ما خیلی عادی از کنارش ردیم خیلی وحشتناکه در واقع واقعا هولناکه یک بچه سر گنجش رو میکرد اصلا گفتنی نیست این زور پیداست که در فرهنگ جامعه این یه چیز پسندیده است گنجش رو گرفتن گنجش که زنده رو بچه ها کلده با دست اینا همه از جهل این در واقع جهل فشرده حاصل سنت حاصل فرهنگ های ها و غیره که آمدن و از کنم که ما رو دوچار کردن به این جهالت ها و این جهالت ها رو باید پاپ وقتی قدم میزنیم تو جامعه انواع ظلم ها رو میبینیم که همون نتیجه از جهالت برخواسته از جهالت ظلم پدر به کل خانواده در هم فرهنگ های خانواده خودمان و عرب ها کرد عرب ها خیلی شدیدتر اونا و جاهل بسیار ظلم اون دهاتی به اون اولاغ بیچاره که من بارها خودم دیدم که با چه چه چوب ها میزنن به این علاق بدبخت بعضی هم یک میخ میزنن سر این چوب زیر شکم یک زخم های بزرگ بخواد و بیچاره رو را بندازه میزنه رو همون زخم ها. خب این ظلمه این ظلم آشکاره مگه ظلم شاخ و داره یا که شطوری رو میآورن متاسفم واقعا که میبینم در اصفهان این کار انجام میشه شاید در شهرهای دیگر هم انجام بشه یک شطور بدبختی رو راه میاندازن اطرافش هو و گاله میکنن و راه میدار عین بیابون گردای وحشی بعد هزار سال پیش بچه ها دنبال ای با خنده و شوخی و تفریح تفریح میبرنش یک جایی بعد یک مردک جاهلی واقعا که باید گرفت رو زندان کرد و یه کارد بلند اونجا ایستاده کار رو تا دسته فرو میکنه تو این گردن این شطور بدبخت خون خون فوران میکن به محض یه خون دلمه میکنه چون بدنش میخواد زنده بمونه مقاومت میکنه میاد کار رو جا به جا میکن تا این از پا بیفته بعد خونش رو تو لیوان میکنن تو زرفا به تبرک و تیمون میدن به بچه ها سر صورتشون میبرم منزل این توحش واقعا غیر قابل تحمله نمیدونم شما چی فکر میکن. خانواده ها هستن که بایستی به بچه ها یاد بدن آقا سر گنجش رو نواسی کن مشاهده کشتن شطور سر بریدن گوسمن نباید ایستاد فیلم برداری کرده بودن پارسال یا یک یه با قابلامه تو سر هم میزدن و بزن سفت می گرفتن که گوشت این بدبختی رو گرفتن کشتن اونجا ببرن نوش جان کن اجده درونشان بیار آمد به خود سهلی. و کارد خدا تبارک تعالی فرموده است که شطور رو ده بکن قرآن کریم البته قرآن کریم من ولی خب سنت همون ها بوده دیگه گفت حاجی تو نیستی شطور است از برای اون بیچاره خار میخورد و بار میبرد بعد همه این ظلم ها رو آشکار رو ما در جامعه داریم میبینیم یه جا میبینیم یکی داره میگه حسن کور علی شل نمیدونم من تچل یعنی نقص عضو و یک نقص نمیدونم در فیزیک این به طور فهمیده شده باعث تمسخر و نامگذاری بود در جامعه ما من یادم میاد هنوز حتما هست وقتی وارد جواب متمدن بشوید ببینید برخورد با علی کاملا عادی است به چیزی است که اساسا اون شخص در واقع حس علت نمیکنه حس بیماری و نداری نمیکنه کاملا با حس ترحم باش برخورد میکنن نه با حس عجیب نمیدونم ارز کنم که تمسخر خیلی عادی احوالپرسی، پرسی خوب اونم حس خوب داره آدمه این نام و نقطه گذاری در واقع ظلمی است که حاصل جایی خیلی مهمه فکر نکن این چیزای پیش با افتاده حسن کور رو نمیدونم علی شل رو نمیدونم کچل رو از این چیزا میگفتن و بچه ها مسخره میکردن اینا همه ظلم حاصل جهل جهول جهولا یا این که من دیدم به چشم خودم که بچه مسلمان ها سنگ میزدن به بچه های یا یهودی اینها همه اگه جهل نیست و چه چی است این ظلم این ظلم آشکار حاصل جهل جهل خانواده هاست و جهل عمومی است اینا حاصل تعصبات کور گذشتگان است نکبت موروست و از اون بدتر وارد زندان اوین میشویم حالا یا قصر یا زندان وکیل یا عادل این یه عده آدم رو اسیر کردم دولت حکومت نماینده ملت اونجا با چاقو و چماق و شلاق و اتو داغ افتادن به جان اید. اینجا دیگر اسمش تو جهالت نمیشه باید گذاشت فقط جهالت در واقع آمر از جهل این کار رو نکرده آمر از خودخواهی چون ما جهل ایدئولوژیک هم داریم که حاصلش در واقع یعنی ریشش جهالت به اون مفهوم نیست که خدمتتون عرض کردم اگر آقای استالین 20 30 میلیون روسی رو به قتل آورده از جهالتش نبوده چون ایدئولوژی آدم رو کور میکنه حالا اسلامی است شیعی است است فرق نمیکنه. اما اون کسانی که شلاق میزنند قطعا جاهل هستن اون کسانی که سیلی میزنن جاهل هستن اون کسانی که همه اون کارهای جنایت آمیز رو در زندانهای رژیم و جاهای دیگر میکنن در کره و امثال این کشورهای اسیر اونها جاهل هستن آمرین امر اما اینا برای نگهداشت قدرت هست این قدرت در واقع منشأ همه نوع فساد و جنایت هست به بعضی ما آقا این فلانی هم با فلان شاه خیلی بد, بد. آقا این نیست هموطن قدرت رو در دست هر کسی متمرکز بکنید فساد و جنایت ازش ساطع هست فرق نمیکنه شاه باشه مسیح باشه خدا باشه فرقی نمیکنه کانه زدو جهولان به مرغ و خروسان ما رحم نمیکنیم کنیم تو, تو جامعه خود به آهوای بیچاره و گنجشگاه و کپکا و اینا اساسا به اینا به مصرف قضا نگاه میکنیم یه حیات وحش ایران یک سره از بین رفته به صفر رسیده پر گله های بزرگ گوزن و قوچ های کوهی و آهوان نایاب و شیر و پلنگ و اینا چیز جای زیبایی بود ایران از زمان قاجارها به این سو همین جهالت در واقع برم داخته. چند نسل نایاب حیوانات زیبا در مملکت ما برافتاده یه کسی با افتخار تعریف میکرد که پسرم چنون بلبل رو هوا زد چی این است که ما بایستی برم از هندی ها یاد بگیریم حالا صحبت کنیم آقا هند رفتی را پیپ پیپ آقا بو میداد هند بوی چون آزادی هست اونجا هر بوگندش دیده نمیشه بوی عطر ما عطر ما بوی گند میده چون آزادی نده